امروز میخوام در مورد یک مسئله مهم صحبت بکنم و اون هم نحوه گرفتن گرین کارد از داخل ایران هستش و اینکه بعد از اینکه حالا پرونده شما اپروو شد، یعنی 140 شما و یا I-130 شما اپروو شد برای گرفتن ویزای مهاجرتی چه کارهایی رو باید انجام بدید. این دغدغه خیلی از دوستان هستش و هیچ در واقع راهنمایی براش وجود نداره و من امروز میخوام به صورت کامل و مرحله به مرحله با جزئیات براتون توضیح بدم. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. سلام دوستان، من مسعود هستم و اینجا کانال ما دش یو اس هستش. خیلی ممنونم که دارین این ویدیو رو تماشا میکنید. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید من جا نمونید. اگرم خواستید توی پیج اینستاگرام و توی کانال تلگرام که من آدرسش این پایین میذارم حتما منو دنبال بکنید و اونجا میتونید با هم دیگه در ارتباط باشید. خب ببینید، بچه‌هایی که دارن از ایران اقدام میکنه، در واقع دارن از خارج از آمریکا، حالا از کانادا هست، از اروپا هست، هر جای خارج از آمریکا دارن اقدام میکنن، مرحله اولشون مشابه هستش با مرحله اول افرادی که داخل در واقع آمریکا هستن، یعنی 140 رو باید فایل بکنن. حالا اگر فرد خویشاوندانش توی آمریکا باشه و حالا سیتیزن باشه یا گرین کارت داشته باشه، که قبلا من یه ویدیو ضبط کردم و توش کامل توضیح دادم و لینکش رو این بالا میذارم، حالا اون شرایط داشته باشه میتونه 130 رو هم فایل بکنه و حالا با واسطه 130 یا 140 بتونه برای ویزای مهاجرتی اقدام بکنه. پس اولین مرحله این هستش که شما 130 رو فایل کرده باشید، I-130 یا I-140 رو فایل کرده باشید و حالا اگر اپروو شد وارد مراحل ویزا پروسسینگ در واقع مهاجرتی میشید. بعد از اینکه I-130 و I-140 رو ثبت کردید و این اپروو شد، کیس شما منتقل میشه به NVC و توی NVC زمانی که منتقل شد، کار اولی که انجام میشه این هستش که کیس شما در سیستم ثبت میشه. در مرحله بعدی برای شما یه ویلکام لتر ارسال میشه که حالا میتونه به وسیله ایمیل باشه یا میتونه از طریق پستی باشه و بعد توی اونجا برای شما توضیح داده شده که شما باید یک اکانت باز بکنید توی CEAC و تو اونجا مرحله مرحلهش به شما گفته شده که چه کارهایی رو باید انجام بدید. میتونید کیس در واقع استاتوس کیس خودتون رو چک بکنید و داکیومنت هایی رو که باید پر بکنید و هزینه هایی که باید پر بکنید و پرداخت بکنید و در واقع مدارکی رو که باید آپلود بکنید تو بهتون مرحله به مرحله میگه، که حالا من میخوام بهتون یکی یکی توضیح بدم. شما باید دو تا هزینه اصلی رو پرداخت بکنید. یکی هزینه پروسس کردن ویزای مهاجرتی هستش که این هزینهش در حال حاضر $325 و هزینه دوم هزینه اون در واقع پر کردن اون فرم اسپانسر رو، در واقع هزینه اسپانسر هست، همون آفیدابیت آف ساپورت هستش که فرم I-864 که اونم هزینه $120. این هزینه ها رو هر کدومش رو توی یک مرحله بعد پرداخت بکنید. دو تا هزینه با هم دیگه نمیتونید یک جا پرداخت بکنید و بعد از اینکه این هزینه ها رو پرداخت کردید، وضعیت کیس شما، استاتوس کیس شما توی سیستم همون CEAC تغییر میکنه به حالت پی. فرم ها رو هم باید پر بکنید، داکیومنت هایی رو هم که باید بارگذاری بکنید، من در ادامه بهتون میگم چیا هست. از طریق همین اکانتی که تو CEAC دارید، یه قسمتی بالا سمت راست داره که نوشته سابمیت داکیومنت، اونجا باید بعد از اینکه پی شد اونجا میتونید داکیومنت هاتون رو بارگذاری بکنید. به هیچ وجه نباید ایمیل بکنید و نباید پست بکنید، داکیومنتتون رو باید اسکن بکنید و بعد اسکن هاش رو اونجا بارگذاری بکنید. در واقع زمانی که وضعیت کیس شما تغییر پیدا کرد به حالت پید، به شما دسترسی داده میشه که فرم DS-260 رو پر بکنید و در واقع اون وقت ویزای مهاجرتی رو بگیرید تو همون CEAC و بعدش هم حالا داکیومنت رو هم گفتم باید بارگذاری حتما بکنید. توی هر مرحله هم که این کارا رو انجام میدید نوتیس میگیرید که حالا این مرحله انجام شد و اگه کلا کیس شما کامل باشه نوتیس میگیرید که پرونده شما کامله و آماده هستش برای اینترویو. خب حالا مدارکی که لازم دارین چیا هستش؟ مدرک اول شناسنامه شما هست که باید اصلش و ترجمهش رو اسکن بکنید، پاسپورت شما هست، سند ازدواج یا مدرکی که برای طلاق اگر هست باید بذارید، بحث سربازی از کارت سربازی رو باید بذارید و به همراه ترجمهش، پلیس سرتیفیکیت هست، مدرک سوء پیشینه هست. اگر از طریق خانوادگی اقدام کردید، یعنی اون فایل پتیشن شما I-130 هست، لازم هستش که شناسنامه اون فرد اصلی رو که حالا گرین کارت داره یا سیتیزن هست رو هم داشته باشید به همراه خودتون.
و حالا اگر بچه‌ای رو هم مثلا فرزندی رو به فرزندخواندگی قبول کردین و آداپتش کردین، اون مدارکش رو هم باید داشته باشید. و مرحله بعدی که این مدارک رو فرستادن گفتن کیس شما کامل هستش، دیگه شما آماده میشید، در واقع نوتیس میاد براتون که زمان اینترویو براتون مشخص میشه که کدوم سفارت هست و چه زمانی هستش. زمانی که این بحث اینترویو یا مصاحبه برای شما سرچ شد، شما قبل از مصاحبه باید برین کارهای پزشکی رو هم انجام بدید پیش پزشکی که معتمد خود در واقع اون سیستم دولتی آمریکا هستش و اونجا انجامش میدید و بعدش میدید برای روز مصاحبه. توی روز مصاحبه هم باید اصل این مدارکی رو که اسکن کردی و توی سایت گذاشته بودید حتما همراه خودتون داشته باشه، شاید اونجاستون نیاز بشه و مطمئنا نیاز میشه. حالا بعد از اینترویو برای کیس شما 3 تا اتفاق ممکنه بیفته که یا اپروو میشه که در واقع بهتون اطلاع میدن که حالا اون ویزا و پاسپورتتون رو چجوری براتون میفرستن و چجوری شما میتونید پیکاپش بکنید، یا کیستون ریجکت میشه و شما در واقع این الیجیبل هستی برای گرفتن در واقع اون ویزای مهاجرتی، و یا کیس شما نیاز به بررسی بیشتر داره که عمده موارد ایرانی ها اونایی هستن که کیسشون نیاز به بررسی بیشتر داره. من قبلا گفتم چرا این پروسه طولانی میشه، لینک این ویدیو رو بالا میذارم برید اونو ببینید که چرا ممکنه گرفتن ویزا طولانی بشه. و خب معمولا هم این طولانی شدنه در بیشتر موارد ختم میشه به اپروو شدن، ولی در بعضی از موارد هم خب بسته به مشکلاتی که وجود داره ختم میشه به در واقع ریجکت شدن. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو من همراه بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود و به دانش شما نکته‌ای رو اضافه کرد، لطفاً اون رو لایک بکنید و با دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید. و اگه این اولین بار هستش که از کانال من دیدن می‌کنید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، روی همین لوگوی کانال در واقع پایین سمت راست هر ویدیو کلیک بکنید، دکمه سابسکرایب میاد و علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من جا نمونید. خیلی ممنونم.